یک مستند تحقیقی بی بی سی عربی نشان می‌دهد که از ازدواج موقت یا صیغه در میان شیعیان عراق برای رابطه جنسی با دختران کم سن و سال استفاده می‌شود، آن هم با واسطه‌گری شماری از روحانیون در مقابل دریافت پول. به ازدواج موقت صیغه یا متعه هم گفته می‌شود. بر اساس فقه شیعه مردان اجازه دارند با چند زن به صورت موقت ازدواج کنند و با آنها رابطه جنسی داشته باشند. قانون البته در عراق چنین ازدواجی را منع کرده، ولی حالا مستندات بی بی سی نشان می‌دهد که نه تنها چنین ازدواجی در شهرهای مذهبی عراق جریان دارد، بلکه مردان می‌توانند از دخترانی کم سن و سال بهره‌برداری جنسی کنند و عده‌ای از روحانیون هم شرایط آن را فراهم می‌کنند. ازدواج موقت بحثی جنجالی است از جمله در ایران، ولی بهره‌برداری جنسی از دختران کم سن و سال مجوز شرعی دارد یا شرع فقط پوششی برای سودجویی افراد است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از نوال مقافی. کربلا مقدس ترین زیارتگاه شیعیان. هر سال میلیون ها نفر اینجا به زیارت میآیند. در خیابان های اطراف حرم دفترهایی است که زوجها برای ازدواج به آنجا می روند. اما یکی از تاریک ترین رازهای عراق همین جاها پنهان است. شنیده بودیم که عده‌ای از روحانیون با سوء استفاده از نفوذشان زمینه ازدواج موقت یا متعه روسپیگری دختران خردسال را فراهم می‌آورند. قرارداد ازدواجی که اعتبارش شاید حتی به کوتاهی یک ساعت باشد. بعضی می‌گویند این کار شاید برای زن و مردهایی که می‌دانند قصدشان چیست مثبت باشد، اما آنها در معرض سوء استفاده هم هستند. به مدت یک سال در اطراف اماکن مقدس عراق مخفیانه تحقیق کردیم. بهتر یک روزه باشه، فقط مواظب باش بکارتش رو از دست نده. میتونی بهش دنس بزنی، کنارش بخوابی، بدن و سینه هاش رو لمس کنی. این نوع ازدواج موقت در عراق غیرقانونی است، اما روحانیونی را پیدا کردیم که حاضرن این کار را انجام بدهند. نه تنها این کار را در مورد دختران خردسال انجام میدهند، بلکه با تفسیر و تعبیر قوانین اسلام رابطه جنسی با آنها را هم توجیه میکردند. این فیلم ها را به یک کارشناس حقوق اسلامی نشان دادیم، قیس تمیمی، که پیشتر خودش روحانی بوده. چیزی که این مرد میگه جرمه و قانون باید مجازاتش کنه. او میگوید همین یکی از دلایلی بوده که او تصمیم به انتقاد علنی از روحانیون گرفته. متوجه شدم که این قوانین زشت و وحشیانه هستند و نمیشه گفت از جانب خدا و یا یک انسان اومده باشند. در تحقیقاتمان از روحانیون شواهدی جمع کردیم که نشان می‌داد مایلن در ازای پول زمین ساز روابط جنسی با دختران خردسال باشند. در یک مورد به ما گفته شد که قیمت کودکان 800 دلار است. رسول 16 سال دارد، اما تا همین حالا هم به مردان زیادی فروخته شده که حتی شمارشان را هم به یاد نمی‌آورد. پدر و مادر ندارد و باید از خواهر کوچکش نگهداری کند. در 13 سالگی یک روحانی او را به این کار کشاند. این خیلی رایجه. دختران زیادی مثل منن. کوهای حالات مثلی. وقتی دختر این رو شروع میکنه نابود میشه. زندگیش همین روز اول تموم میشه. آدشی منتشر کل شو. بعد میشه به هاد طریق و راها. دیگه آینده ای نداره. کلش دمارت. تمومه. این روحانی انجام ازدواج موقت را انکار کرد. از این روحانی دیگر هم جوابی نگرفتیم. هر دوشان میگویند از پیروان آیت الله سیستانی هستند. از برترین روحانیون شیعه. یافته های ما را به دفتر او اطلاع دادیم و در جواب این بیانیه را منتشر کردند. اگر این اقدامات اینطور که شما توصیف میکنید اتفاق افتاده باشد، ما آنها را کاملا تقبیح میکنیم. ازدواج موقت برای فروش سکس در صورتی که به عزت و کرامت زنان لطمه بزند جایز نیست. سالها جنگ میلیون ها زن و دختر را آسیب پذیر و بیچاره کرده. تا زمانی که چنین روحانیونی بدون پیگرد به کارشان ادامه بدهند، این زنها همچنان قربانی تجارت جنسی مخفی عراق باقی خواهند ماند. نوال المگافی، بی بی سی نیوز، عراق. صدقه بسملی استاد فقه و حقوق اسلامی از تهران با ما هست و شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس. خانم بسملی، شرع آیا چنین مجوزی رو فراهم میکنه که از کودکان از سنین بسیار پایین سوء استفاده جنسی صورت بگیره در چارچوب ازدواج موقت؟ با عرض سلام،
بسیار باعث تأسفه که به هر حال در طول تاریخ فقه خودش رو به عنوان شرع معرفی کرده و امروز تفکیک فقه از شریعت و اسلام برای مسلمانان کار بسیار دشواری شده و هرچه که فقه میگه، هرچه که فقها و روحانیون میگن، مردم اون رو به عنوان اسلام تلقی میکنن و اونها در حقیقت معرف دین و اسلام شدن. من معتقدم که اسلام نمیتونه این گونه باشه. اسلام سوء استفاده ابزاری از انسانها رو تأیید نمیکنه. اسلام فساد رو نباید تأیید بکنه. این از نقاط سیاه فقه شیعه است، ازدواج موقت و صیغه به این شکلی که میتونه مورد سوء استفاده ابزاری علیه زنان و حتی همینطور که شما نشون دادین در این فیلم علیه دختران خردسال قرار بگیره و به هر حال دستگاه فقاهت هم باهاش مقابله نمیکنه. روحانیونی که دست به چنین کاری میزنن توجیه شرعی کافی براش دست و پا میکنن. این واقعا از نقاط سیاه هست که این زمینه رو ایجاد کرده و من تفکیک قائلم میان اسلام که ازش سوء استفاده ابزاری میشه برای به جهالت کشیدن مردم، برای توجیه دینی کارهای غلط و خرافات، و میان به هر حال فقه. بین این دو من تفکیک قائلم و فکر نمی کنم که شریعت اجازه چنین کارهای مفسد بار و زشتی رو به انسانها بده. اگر کسانی شریعت رو چنین می فهمند و چنین معرفی می کنند، باید گفت که شریعت اونها باید کنار گذاشته بشه و اون چیزی نیستش که برای جامعه بشری رستگاری بیاره. خانم شفیق، مسئله محدود به عراق نیست، بحثی بسیار دامنه‌دار در ایران هم در همین زمینه جریان داره. از نظر شما مشکل در کجاست؟ به نظر من مشکل اساساً جایی هستش که دین تبدیل میشه به یک منشأ قانون و منشأ رفتارهای کدهای رفتاری یعنی در جامعه. خب خود ما میدونیم که تو توزیع مسائل متعددی این مسئله توجیه شده که من فکر میکنم فقط مسئله ازدواج موقت نیست، کودک آزاری جنسی هم در این مورد هست، در موردی که شما عنوان کردید، و این سالهای سالی که در ایران هم انجام میشه و حتی در بعضی از توزیع مسائل ذکر شده که حتی با کودک شیرخواره هم میشه از برحال ملامسه کرد و همینطوری که تو این رپورتاج شما گفتین میشه دست زد و صبر کرد تا اون به سن تکلیف برسه. حالا بگذاریم که سن تکلیف رو شما وقتی 9 سال قرار میدین و یا حتی 13 سال که امروز مثلا در ایران هست، خب این در واقع یک نوع کودک آزاری جنسی، بعد اسمش رو روی خودش گذاشت میدونین. و حتی فارغ از این، اینکه شما بتونین در یک دوره کوتاهی از یک زن تمتع بگیرین و بعد اون فاقد حقوقی بشه، با در مقابل پول دریافت پولی بشه و دو طرفه نباشه این حقوق برای زنان، خب این خودش یک نابرابری جنسیتیه. و در مورد عراق ما میدونیم که در شرایط بعد از جنگ و ما میدونیم که همیشه هر جایی که این قوانین، جایی که به اسم خدا قانونی رو بیارن و قانون شرع این کیفیت رو داره، طبیعتاً حرفی از برابری نمیشه زد، چون توی قانون شرع زنان اساساً بی‌حقوقن، یعنی نصف حقوق مردان دارن. حالا وقتی که به مسئله صیغه میرسیم این به اشکال تمتع جنسی میرسه، ولی که کنارش چند زنی هست و ما میدونیم که این قانون شرع راه رو برای انواع به اصطلاح بهره‌گیری از زنان باز کرده و در مقابل زنایی که میخوان پاشون رو از کادر بیرون بذارن، اونها مسئله به اصطلاح زنا با انواع مجازات های خیلی شدید روبرو میشه. بنابراین این نابرابری تا زمانی که مذهب به عنوان قانون بحث شده یعنی برقرار میشه وجود خواهد داشت در این نابرابری. و این کودک آزاری جنسی هم از توابع، یعنی در واقع از عوارض این نابرابریه و مسلما با وقتی که فقر هست و مسائل اجتماعی هست و در دوره جنگم حاصل جنگ هم یه بخشش این هست،
خب ما میدونیم میبینیم که در عراق علیرغم اینکه قانون همطور که گفته شد اینو ممنوع کرده انجام میشه چون شرایط آماده است برای این. خانم اسمقی شما گفتید که تفکیک قائل میشید بین نظرات فقها و همینطور اصل اسلام، چطور میشه چنین تفکیکی رو قائل شد در حالی که فقها خودشون رو عالمان دین میدونن، میگن ما تحقیق کردیم، چیزی هم که میگیم مسئله غیر از دین نیست؟ خب این یک ادعاست، اما وقتی که ما به قوانین فقهی و احکام فقهی مراجعه میکنیم منشأ اکثر قریب به اتفاق اونها به خصوص در حوزه قوانین مدنی و جزایی سنت هست. این قوانین رو اسلام تأسیس نکرده و اینها با توجیهاتی سنت رو ملحق به دین و شریعت کردن و مشکل اساسی جوامع اسلامی امروز همینه که نمیتونن تابع قانون مدنی باشند و به جای اون باید تابع دستگاه فقاهت و قوانین فقهی باشند. تا زمانی که فتوا و احکام فقهی و نظرات فقها به موازات قانون مدنی اعتبار و ارزش داره و حتی بالاتر از اون رقیب قانون مدنی محسوب میشه، ما واقعا نمیتونیم در جوامع اسلامی حاکمیت قانون داشته باشیم. خانم اسمقی، این موضوع ازدواج موقت برمیگرده به زمان خود پیامبر اسلام، حتی نمونه های تاریخی در کتاب ها نقل شده، در مورد سنین هم سنین خیلی پایینی گفته شده. سوال اساسی من اینه که چطور میشه این رو از اصل اسلام تفکیک کرد؟ بله، ببینید، من تحقیقی که درباره ازدواج موقت کردم و پیش از اسلام در میون اعراب بوده و اشکالی هم نداره که شکلهای مختلف قرارداد ازدواج در جوامع گوناگون باشه، اما مسئله اینجاست که این یک قرارداد عرفی هست. اگر در جامعه حجاز اون زمان این عرف بوده، که بسیار هم البته نادر بوده، گفتن که در یک شرایط خاصی مثلا مسلمونا در یک جنگی اومدن از پیامبر اجازه خواستن و پیامبر به طور موقت به اونها اجازه این رو داد و رایج هم نبوده، چون به هر حال اساسش زندگی مشترک به اون شکلی که در تاریخ گفته میشه نبوده. اما اگر عرفی بوده در اون زمان به ما چه ربطی داره؟ ما که تابع عرف مردم جوامع دیگه به ویژه جامعه 1400 سال پیش در یک جای دیگر نیستیم. منظورتون اینه که سنت‌های کهن رو باید گذاشت کنار و از اصل اسلام جدا کرد. خیلی ممنون. فقط خانم اینها این رو معتبر نمیدونن، در حالی که اون سنت گذشته و کهن خود اونها بوده، امروز اون رو معتبر نمیدونن ازدواج ما. خانم شفیق، شما اشاره فرمودید به این که نباید قانون از شرع گرفته بشه، مشکل اصلی همینه، ولی میشه یک نسخه سکولار رو تجویز کرد برای ایران در شرایط فعلی؟ به هر حال واقعیت‌های موجود چیز دیگریه، میدونیم این سیستم به این شکل هست، اگر چنین چیزی نباشه منظورتون این هست که باید از اساس تغییر بیاد؟ مسلماً به خاطر اینکه میدونید در همه جوامعی که قوانین پیشرفت کردن، قانون همواره یک به اصطلاح تأثیر آموزشی هم داره. میدونید معمولاً قوانین باید جلوتر رو نگاه کنن، باید جامعه رو به جلو ببرن. متأسفانه در جامعه ما و در برخی جوامع دیگه برعکسه، یعنی قانون حتی از سطوح اجتماعی پیشرفته جامعه بسیار عقب‌تره، چیزی که الان در ایران هست. و خب مسلماً وقتی که قانونی مدافع عقب مونده ترین سنن باشه، خب این سنن پیشرفت میکنن. میدونید همچنان که ازدواج کودکان در ایران پیشرفت کرده، در هیچ جامعه‌ای در دنیا اینجوری نیست که همه چی درست بوده و بعد قانون آمده اون درستا رو تایید کرده. قانون آمده نقایص موجود رو دیده در موقعی که قانون مدنی هست، خانم شفیق، خانم اسمقی، و این سعی کرده که یک راه حلی رو برای جامعه، برای یک راه حل انسانی رو برای جامعه بذاره. سوالی که پیش میاد اینه که از عقب مونده ترین سنن دفاع. بله، سوالی که پیش میاد اینه که در همین گزارش هم داشتیم که در عراق از نظر قانونی ازدواج موقت خصوصا با کودکان مجوز نداره، ولی داره اجرا میشه، داره انجام میشه.
اگر فرض بفرمایید قانون هم اصلاح بشه، تجربه عراق دست کم نشون میده که بله. در مرحله عمل دچار مشکل هست. بله شما حق دارین در مورد این موضوع میدونیم، ولی به خاطر اینکه شما مثلا در جوامع دیگه که نگاه میکنیم برای که یک قانونی بتونه، خود صرف قانون به تنهایی که کافی نیست، باید بتونه مسائل آموزشی باید باشه، مسائل در مورد عراق مسئله خیلی پیچیده تره. در یه شرایط بعد از جنگ هستیم و در یه شرایطی هستیم که اتفاقا در فضای اونجا تونستن که گروه های مذهبی قدرت بگیرن و تونستش در واقع تونست این گفتار فقهی یک به نوع دیگه شروع به رشد بکنه در شرایط نقصان های اجتماعی و در شرایط میدونین در قوانین پیشرفته معمولا توأم با آموزش هستن، توأم هستن با یک نوع دموکراسی، با یک نوع با یک سری امکانات بسیار زیادی که برای آموزش از مدرسه از خانواده شروع میشه. خب ما هیچ کدوم از این شرایط رو نداشته باشیم، صرف این که قانون تبدیل بشه به یه چوبه و چماقی که نمیتونه انجام بشه که. بنابراین اولین به هر حال خود قانون حتما ضروریه و در کنار اون شرایط اجتماعی ضروری. اگر امروز در ایران این قانون تصویب بشه، بعد در کنارش یک حکومت دموکراتیک وجود داشته باشه که بتونه آموزش و ثروت‌های ملی کشور رو در خدمت آموزش و در خدمت پیشرفت قرار بده. وقتمون خیلی خیلی کمه خانم وسمقی، خیلی کوتاه. ممکنه که جامعه سنتی چیزی غیر از شر رو قبول نکنه، در درون شر آیا ابزارهایی هست که بشه به جنگ این پدیده رفت باشون؟ بسیار کوتاه لطفا. من معتقدم که مادامی که ما قوانین اجتماعی رو از شریعت نتونیم جدا بکنیم، واقعا همین مشکل رو خواهیم داشت. شما اشاره کردید که قانون در عراق این کار رو منع میکنه، اما مردم به موازات اون قانون شرع و که به هر حال حوزه و روحانیون معرفش هستن رو دارن و در جاهایی که تعارض داره از این استفاده میکنن و این مشکل اساسی هست. ما باید تفکیک بکنیم، یعنی ما باید قوانین اجتماعی رو از شریعت جدا بکنیم و تابع قانون مدنی باشیم. بسیار. خب این به هر حال یک مسئله دراز مدت از حوزه ها، آموزش های حوزوی، اینها باید این آمادگی رو پیدا بکنن. در غیر این صورت ما همچنان با این مشکلات روبرو خواهیم. خانم شفیع خیلی کوتاه، اگر کاری بخواد صورت بگیره در جهت مدنی کردن قانون چی میشه؟ چه کاری باید صورت بگیره؟ چه گامی باید برداشته بشه؟ کوتاه لطفا. ببینین اول به هر حال در جامعه ما که قطعا باید دین و دولت از هم جدا بشن و این در واقع یه تغییر سیاسی جدی رو میخواد، ولی به طور کلی برکه برگردیم به اون بحث قبلی که بحث خوبی هم هست، حتی در مورد مسئله آموزش و حوزه ها و تغییر رفتار و حوزه ها، اگر جامعه تغییر، در واقع اگر سیاست حوزه سیاست جدا نشه، این خود این جدایی دین و دولت باعث میشه که در حوزه ها هم بتونه به شکل دموکراتیکش یک نوع بحث های وجود بیاد، چون ما میدونیم که در حوزه هم این بحث ها هست، در میان مسلمانان هم این بحث ها هست. ولی تا زمانی که دست بالا رو اون اقتدار مذهبی داشته باشه، حتی در درون حوزه هم نمیتونه این بحث رو جلو بره. سپاسگزارم از شهلا شفیق، جامعه شناس از پاریس، با ما و صدقه وسمقی، استاد فقه حقوق اسلامی از تهران.